هیچ کسی حواسش به من نیست. دیگه زندان نمیذارم باشه. الان وقتشه که منم کارم تموم بشه. چیکار باید بکنیم الان؟ خب یعنی دیگه بسپاری به خدا دیگه. هر کاری آدم خودش رو میخواد. البته این که حفظ پلاسه، یعنی بله از حفظ اصلا یه چیز دیگه است. بله. ما که شاگرد شما این زای نان و خورما خواب راحت میکنه. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا قال كلا قال كلا إنما يا ربي سيهدين. الله الله. تو حالا نرفتی اصلا؟ توفیق نشده. نه متاسفانه. دیگه تو خود دانی. حالا بخون. حالا بخون. بعد ببینیم چی میشه. دور دور با موتور. آها. تکر. پدر تجربه بسوزشه. هو الامام. کلام النهج قائلو. علقای دهر به نطق خود شده اند. لولت یا علی. یا علی. دلبتت. خیلی. شکه میشد نادی علیم اظهر العجائب. دوست داری بخونی حسن؟ آماده ای؟ بسم الله. ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم. مالم خوب بود، حالم خوب نبود. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. من از سال 84 تا الان با دلم دارم زندگی میکنم. الله 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 الله. مفخرت العراق. از اینجا و بعدش رو با دلتون گوش بدید. علی سر می نهم به پای تو یا صاحب از زمان. همه با هم بگیم خوشگل ترم می شه. سر می نهم به پای تو یا صاحب از زمان. جان می دهم برای تو یا صاحب از زمان. تقدیم می کنم سر و جان را به فرط شو. گر بشنوم نوای تو یا صاحب از زمان. والله والله بر تمام سلاطین روزگار دارد شرف گدای تو یا صاحب از زمان. زبان آن همه این عاشقان رو داره میگه. خود واقفی که منتظرت در تمام عمر دارد به سر هوای تو یا صاحب از زمان. از پرده درآ که ماه شرمنده شود. بگشای دو لب که جان و دل زنده شود. باران گل و نسیم و شبنم بارد. عطر صلوات اگر پراکنده شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام روی ماهتون نازنین مردم ایران همیشه اسلامی. ما سفیر نگاه شما هستیم در مسیر عرشی طریق الحسین علیه السلام. اینجا مشایه و در آستانه رسیدن به بهشت خدا روی زمین، کربلای معلا، کربلای حسین، کنار شما هستیم. الهی که خوب باشید. اما ویژه برنامه محفل در مسیر عرشی طریق الحسین در عمود 1222 و بزرگترین خیمه قرآنی چشم انتظار نگاه شماست. فقط اتفاق خیلی ویژه مبارک و ارزشمندی به واسطه نگاه شما
و حال خوب این عزیزان و زائران و سالکان و عارفان طریق الحسین علیه صلوات و سلام. اما بریم سراغ تلاوت آغازین محفل امشبمون با حضور استاد حسنزاده عزیز، نفر اول مصاحبت بین‌المللی قطر، که تا لحظات دیگر در جایگاه مستقر خواهند شد و سرچراغی برنامه‌مون، یک تلاوت ناب بشنویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن
الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. و عجل فرج استاد حسن‌زاده خیلی ممنون و متشکرم از شما. خدا شما را حفظ بکنه. به جلوه اربعینی محفل خیلی خیلی خوش آمدید عزیزان من، همراهان نازنین شبکه قرآن و معارف سیما و شبکه سه تلویزیون. اینجا یک اتفاق خیلی ویژه و مبارک قراره اتفاق بیفته و اون هم با حضور میزبانان برنامه محفل، یک اتفاق و یک ضیافت بزرگ قرآنی امام حسینی اینجا قراره برگزار بشه. ما یه نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم بهش این که همیشه یکی از اساتید و میزبانان برنامه محفل که میدونم هممون خیلی دوستشون داریم، شما اسمشو بگید چت. آره همه اساتید که دوست داشتنی هستن، ولی یه راهنماییتون میکنم. یه استادی که همیشه ما میزبانشون بودیم و ایشون مهمون ما بودن، حالا ما میهمانشینیم و ایشون میزبان ما هست. موافقید که همین سرچراغی جلوه اربعینی محفل از استاد حسنین دعوت بکنیم؟ قاری ممتاز کشور عزیز عراق، استاد حسنین الهلو رو تقدیر بفرمایید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين. الله صل على وآله محمد. مشاهدينا الكرام، أحبتي المستمعين، الحضور الكريم، زواري مرقد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، زوار الأربعين، أربعين سيدي ومولاي سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا الملتقى القرآني الحسيني وعلى مسير الأربعين ضمن فعاليات البرنامج العالمي محفل الذي عرض على القناة الثالثة الرسمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضاً نقل عبر قنوات أخرى وانتشر عبر ملايين المواقع والصفحات وأيضاً البيجات الخاصة بالمتابعين القرآنيين في جميع أنحاء العالم الإسلامي. حيوا أنفسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستاذ حسين طالب، شما قد جدي نايدو بدين، خیلی مخلصیم از حسن میزبانی شما.
مردم عزیز عراق کمال تشکر دارم از طرف همه مردم دارم میگم خدمت شما. البته شما گفتید شما مهمان ما هستید، ما در واقع اینو میبینیم که شما اهل دار هستید، اهل دیار هستید، این کشور کشور شماست و این دیار دیار شما هست. دورتون بگرم، الان که خوب باشید. من فکر میکنم جا داره واسه استاد حسینین عزیز که از قاریان ممتاز و بین المللی و از بهترین های قرآنی کشور عزیز عراق هستن یک صلوات جانانا امام حسینی ختم بفرمایید. سلام محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی مخلص. بریم سراغ میزبانان برنامه محفل. مردم شما دعوت میکنید یا ما دعوت بکنیم؟ میخوام تقاضا بکنم از مفسر قرآن کریم، شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام، استاد ممتاز حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاجای قاسمیان عزیز، نازنین و دوست داشتنی رو همراهی بفرمایید. چه ذکری بهتر از ذکر صلوات بر محمد و آل محمد؟ سلام بر عزیزان، خواهران و برادران عزیز، زوار امام حسین. دیدم یه بحثی شد که ما میزبانیم یا میهمانیم، همانطور که قرآن راجع به مسجد الحرام میگوید سواء العاکف و فیه والباد، بین میزبان و میهمان دیگه فرقی نیست. اینجا مسیر حسینی است، انشالله منتهی به ظهور است، اینجا رزمایش ظهور است و انشالله شاهد حضور و ظهور حضرت بشیم در همین مسیر و انشالله ظهورشون رو در کعبه اعلام بکنن. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. چل فرج خدا جورم، شما همیشه که نورانی هستید، الان تو این مسیر عرشی اربعین اصلا خیلی اسلامی. اینجا ما روز پیش راجع به غزه برنامه داشتیم در موکب عمود 833، بعدش این علماء فلسطینی اومده بودن میگفتن حاج آقا شما نمیدونید با محفل چه کار کردید. گفتیم چه کار کردیم؟ گفتن که در فلسطین و در تمام ممالک اسلامی خط بطلانی کشیدید به این نکته ای که شیعیان اهل قرآن نیستند، این رو خط بطلان کشیدید. فهمیدیم شما برادران شیعیان ما همه اهل قرآنید و قرآن الحمدلله طرفدار زیادی داره، خدا رو شکر. الحمدلله واقعا جای شکر داره که مثل قرآن هر چی شکر بکنیم بازم کمه، باید زیادی بخوایم دیگه. لئن شکرتم لأزیدن نکم. استاد حسن، یکی از میزبانان برنامه محفل میکنم با لسان شما خیلی ویژه تر و جذاب تر، مردم منتظرن تا شما معرفیشون بکنید. اذن جاء دور الترحيب باستاذنا الكبير القارئ الدولي الحكم الدولي جدنا واستاذنا الحبيب الاستاذ احمد ابو القاسمي، حيوه بالصلاه على محمد وال محمد. نفر اول مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران، صاحب کرسی تدریس، خیلی از قاریای ممتاز و بین المللی حق شاگردی و استاد ابوالقاسمی عزیز دارن. استاد جان سلام، خیلی مخلصیم، خوش اومدی. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم از دوستان عزیزم، تشکر میکنم از آقای حسنه که همیشه ما رو اینجوری شهروندی میکنه و ممنونم از حضور گرم شما عزیزان و سلام ویژه به بینندگان عزیز شبکه قرآن و معارف سی. خیلی ممنون و متشکرم استاد جان، خیلی مخلصیم. بگید این گرد در واقع خستگیه به هر حال دوشت خیلی از همه اونایی که الان اینجا حضور دارن هست، برامون بگید که این شیرینی انشالله که این قباری که بر تن ما نشسته همین نشانی باشد که روز قیامت ما رو از همه جدا کنه و نشون بده که ما زائران امام حسین. اللهم آمین. اما بریم سراغ قاری تراز جهان اسلام که میدونم همه دوستشون دارن و اصلا چی باید گفت از این صدای ملکوتی، از این صدای آسمانی و این حد از
علاقه از کجا میاد؟ حتما از عنایت صاحب قرآنه. استاد حسن شما بگید. شاید مردم نشناسه این شخصیتی که شما بگید. حالا ایام اربعین خیلی نمیتونیم شوخی کنیم. بذارید مردم خودشو معرفی کنن. این قاری بزرگ دکتر حامده؟ نه با صدای بلندتر. حامده؟ بلندتر. نفر اول مسابقات جهانی از قاریانی که خیلی از قاریان مختلف در کشورهای مختلف افتخار تقلید تلاوت استاد شاکرنژاد رو دارن، همیشه دوست داشتنی و همیشه نازنین. استاد جان خیلی مخلص، دورتون بگردم. سلام عرض میکنم خدمت فرمانده گرامی که انتهای جلسه حضور دارم و برادران عزیز. قبول باشه این پیاده روی شما طریق الحسین. نوره عباس حامد جان اینو بگید. و ممنون از اینکه به حضور پذیرفتید از دست‌اندرکاران این برنامه بسیار زیبا و جذاب تشکر میکنم. الان هم که مردم عزیز و شریف ایران اسلامی از شبکه قرآن به صورت زنده دارن برنامه رو می‌بینن، من انشاءالله تا دقایق دیگه هم شبکه سوم سیما پخش زنده خواهیم داشت. بنده در خدمتم. قربونتون برم استاد. حسن این چطوری عزیزم؟ سلامت باشی، مشتاق دیداریم. منم خوبم. مشتاق دیدار حاج آقا. سلامت باشی. همچنین آقا دلتون تای نشده واسه تلاوت اساتید؟ تای نشده جان من. استاد چه کنیم؟ مردم میخوام بخونید. همه اساتید من استاد ابوالقاسمی. خواهش میکنم. نه خواهش. شما بخونید و بعد شما حاج آقای قاسمی. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم الله الله. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله. نعم. فصل لربك وانحر. نعم الله. فصل لربك وانحر. شانئك هو الأبتر. الله 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 الله. حامد حامد جان بخش بعد شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. نعم الله 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 الله. فسبح. نعم نعم. فسبح. الله الله. الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله الله. جانم استاد جانم استاد. استاد حسنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن
الله 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 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله 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 وما صفت آیه خوندن آیه شاکر نجات من یه دقیقه عرض بکنم دارد در قرآن و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب ای زواری که دارید رد میشید ای زواری که نشستید انقدر میتپونن همه ما رو و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله اگه با کلافگی با اضطرار از خدا بخواهی که این نصر خدا کو امام ما کو اینجاست که خدا میگه الا ان نصر الله قریب این فتح و نصر قریب مال اونجاییست که ما به اضطرار رسیده باشیم اگه غزه رو میبینی اگر شرایط رو میبینی به این اضطرار رسیدی بگی متا نصر الله اونجاست که الا ان نصر الله قریب انشالله این فتح و نصر غریب رو میبینیم انشاءالله انشاءالله استاد حسن این چه کنیم؟ ما در خدمت شما هستیم عزیز مایید ما همه در خدمت شما ایم امشب ما در خدمت شما هستیم برنامه بعدی به نظر شما چیه؟ من تقاضا بکنم اساتید بشینن و ما میخواییم دعوت بکنیم از گروه سرود اسوه عزیزان من تشریف میارن کار خیلی ویژه و گوش نواز و شنیدنی رو تقدیم میکنم میدونم خیلی ذوق دارید که بخشای مختلف محفل اربعینی مون تقدیم حضور شما بشه تقاضا میکنم این برای بچه ها بیان با این چفی های خوشگلی که رو دوششون هست و میخوان کار خیلی ویژه رو تقدیم شما بکنن ولی صلوات محفلی ثبت شد اصلا صلوات هیئتی داشتیم صلوات محفلی فرستادیم آره گوشتون باهمه صلوات محفلی فرستادیم ولی حال نداشت آره والا آره والا این مکان این پیاده‌روی همش انرژی داره این انرژی رو روی این صلوات بذاریم و اجرا کنیم با هم تکرار می‌کنیم باشه یک دو سه اللهم صلی همه محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خب احسن عظیم بعد هر برنامه اجرا شد عزیزان لطف کنن همین صلوات رو دو مرتبه تکرار کنیم البته ما تو برنامه محفل کف زدن بعدش رو یه مرتبه داشتیم اما اینجا با توجه به شرایط و مقتضیات آره آقای حسن میفهمن سینه بزن آره احسن در خدمت بسیار خوب بریم سراغ اجرای زیبای گروه سرود اسوه تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد بازم اربعین شد و اهل
زمین مثل آسمون یا میان حرم جاده ها بهشتی هن ستون ستون دلا کربلا این قدم قدم با تمام عاشقای این مسیر گره خورده هر نفس هوای تو حالا که فدای عشقی ببین یه جهان میخواد بشه فدای تو شده با خون شهید میتونه دنیا رو زیر و رو کنه صفیه از فرشته از عرش اومده که با عشق ظاهرا وضو کنه همه مهمون غم فرزند زهران سفره این عاشقی تو جاده پهنه دم یا حسین به لب با بیرقاشون راهی میشن عاشقای پا برهنه مسیر تو که بعد گاه شوق و شوره پر از سلاقی شکوه عشق و نوره قسم به ذکر یال سارات حسینم مسیر تو زمین ساز یک شوره خیلی ممنون و متشکرم از این رفقای خوبم برای بچه های گروه استاد حسن حاجا امروز اصلا کلن از اول زیر صدا ای والله آماده این که بشنویم دیگه خیلی خیلی فکر میکنم این سوال خیلی ویژه است عرض کنم محضرتون که میخواییم یه اتفاق ویژه‌ای که محفل خلق کرد در کشورمون در ماه محرم قصه ماجرای منبر قرآنی بود خیلی از شهرها که به حال دلشون میتپه واسه میزبانان برنامه محفل و خیلی دوست دارن اتفاقا در شهر و دیارهای مختلف منبر قرآنی اتفاق افتاد الان با حضور اساتید میخواییم این اتفاق رو مجددن خلق بکنیم و حاج آقا بشنویم از لسان شما بسم الله الرحمن الرحیم امام حسین علیه السلام
بالا سر مسلم ابن اوسجه یه آیه خوندن این رو، خبر شهادت قیس ابن مسهرم که به ایشون رسید این آیه رو خواندند. آیه مهمیه با یه توضیحی که حالا انشالله خواهیم داد رفته رفته. آیه معروفیه، بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال. نعم. الله الله الله. من المؤمنين رجال. الله. در این آیه میگه از مؤمنین یه مردانی هستن، همه مؤمنین نیستن، یه مردان مردی هستن که اینها به اون عهد خودشون وفا کردن و عهد رو به پایان رساندن. عده دیگه مردانی ماندن که انشالله ماها باشیم. اینها منتظرن و عهدها رو تبدیل هم نمی کنن. اون عهده میدونید چیه؟ عهده فکر میکنید چیه؟ آیه 15 همین سوره مبارکه احزاب آمده است، ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان وعد الله مسئولا. ولقد کانوا عاهد الله من قبل لا یولون الادبار. ببین عزیز من، آیه میگه که اون عهدی که شما سپردید این است که به دشمن پشت نکنید. ولقد کانوا عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا. سوره مبارکه انفال آیه 15 و 16 این سوره خوب دقت کن، میگه یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. میگه اگر گروه کفار رو دیدی با هم متراکم به سمت تو حمله کردن، نکنه پشت کنی. و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئه فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. میگه چیه؟ میگه کسی اگر پشت بکنه به دشمن بدون پشت کردن تاکتیکی، اینجاست که خدا عذابش میکنه، به غضب الهی منجر میشه، اینجاست که به جهنم خدا میره اون شخص و اون حاکمیت و اون مملکت و اون توده و اون امت، اینا به غضب الهی دچار میشن. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین ك
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله 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 الله. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال رزمایش حج امام عسکری علیه السلام اربعین رو به عنوان رزمایش حج گذاشتن، یعنی اینجا ما باید تمرین بکنیم انشالله برای جای دیگری. میدونید که حج یکی از ابعادی که متاسفانه مفقود شده در بحث حج، بحث براعت و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء اعلان اذان من الله و رسوله الی الناس. این اعلان زیرزیرکی تو گوش هم دیگه نیست، اعلان به چی؟ به براعت نسبت به مشرکین. خدا و رسول اعلان میکنن بلند، ما هم باید همین کارو بکنیم، نسبت به مشرکین براعت اعلان بکنیم. اذان من اکبر اسرائیل، این صدای طوفان الاربعینه، بلند و یک صدا مرگ بر اسرائیل. حالا اگه خواستید یه لحظه مشتا گره کرده، اگه خواستید بدونین این مرگ بر کجای قرآنه، انشالله حامدمون یا حسنینمون خواهند خوان اینه: انت یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر یاری دین خدا رو بکنید خدا شما رو یاری میکنه. والذین کفروا کفار فتعس لهم، تعس یعنی مرگ بر، فتعس لهم و اضل اعمالهم. اگه شما تو میدان باشید خدا مرگ رو بر اونها خواهد فرستاد و اعمال اونها رو گم و گور خواهد کرد. مشتها گره کرده، حالا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، اسرائیل. الله الله
گفتم رزمایش حج در حج همانطور که با اذن فی الناس بالحج یعتو که رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج عمیق لیشهدو منافع لهم و اذن فی الناس به ابراهیم گفتن ابراهیم ندا در بده اذان بده بلند بگو گفت ای خدا من وسط این بیابان چجوری داد بزنم کی حرف منو میشنوه گفتن علیک الاذان و علینا البلاغ تو داد تو بزن من پیام تو رو میرسانم کی فکر میکرد در یک صبح تا ظهر تا بعد از ظهر یک روز در یک گوشه از این دنیا عاشورای اتفاق بیفتد اینجوری من و شما رو دور هم دیگه جمع کسایی که دور امام جمع میشن به سمت امام حرکت میکنن اونا منافع حرکت به سمت امام رو خواهند دید چه بدانید چه ندانید امروز شما دارید برای ظهور کار میکنید شاید ندونید ولی این حرکتی که دارید انجام میدید انقدر روی زیارت سید الشهدا تأکید شده انقدر تأکید شده به قدری رو اربعین تأکید شده انقدر تأکید شده که گفتن آقا یطرح عنه حجت الاسلام آیا حجت الاسلام رو بر میداره تا این حد سوال کردن گفتن نه حجت الاسلام رو بر نمیداره باید حج بریم انقدر تأکید شده اون موقع طرف اومده به امام صادق گفته که من 19 بار حج رفتم گفتن یه بار دیگه هم برو گفتن برای چی؟ گفتن بشه 20 بار ثواب زیارت سید و شهدا گیرت بیار ای جانم حسین جان آبروی دولت بلدی جواب حسین جان آبروی دولت نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان خواتم همه بگیم حسین جان آبروی دولت حسین جان آبروی دولت نگین سلیمان به حلقه سلیمان به حلقه خاتم برادر جان بی تو در دل سهران شده تنا خواهرت گل زهران شده تنا Hey.
روزها را با غمت امروز و فردا میکنم. روزها را با غمت امروز و فردا میکنم. حسین جان من خود گم گشته ام را در تو پیدا میکنم. چقدر قشنگ تا نام ابا عبدالله میاد صدا ناله ها بلند میشه. جان زهرا مادرت، جان زهرا مادرت، نفسم اگر بگذاردم لحظه لحظه می نشینم با تو نجوا. ای ابل احرار عالم، ای ابل احرار عالم، ای دلیل بودنم، هر شبم را من به امید تو فردا می کنم. ای ابل احرار عالم، ای دلیل بودنم، هر شبم را من به امید تو فردا می کنم. مال هممونه ها، زارای کربلا. مادرم آنقدر با عشق تو شیرم داده که، مادرم آنقدر با عشق تو شیرم داده که هر چرا غیر از غم عشق تو هاشا میکنه. به 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 به، این مسیر عاشقی راه نجات امت است، این مسیر عاشقی راه نجات امت است. من قیامت را در این مشای معنا من قیامت را در این مشای معنا میکنم. میخوام روزه بخونم. جان ابا عبدالله هر کی میتونه بلند بلند گریه. حضرت زهرا فرمود تو روزه حسینم گریه نمی کنیم مگر اینکه من فاطمه اول روبرود بشینم. صدا بزنم بنیه بچو گریه کنیم. گفت زینب روی نی قرآن سیار منی. حسینم، گفت زینب روی نی قرآن سیار منی، من به روی نیز قرآن را تماشا میکنم. بگم دیگه آم. قاری قرآن زینب سنگ خوردی روی نی. قاری قرآن زینب سنگ خوردی روی نی. حسین میشود قرآن نخوانی؟ من تمنا میکنم. دیدید همه اینا که قرآن خوندن، این قاریا همه احترام گذاشتید، گوش دادید، تکبیر گفتید، اما یه روز تو همین راه، تو همین مسیرها هرچی حسین قرآن میخون سنگش میزدن. قاری قرآن زینب سنگ خوردی روی نی. حسین می شود قرآن نخوانی؟ من تمنا می کنم. آیه انا الیه راجعون من حسین، آیه انا الیه راجعون من حسین، الذين إذا قالوا إنا لله
عشق تو مسلا میکنم، روزه قرآنیم آیات الفجر است، پس روزه قرآنیم آیات الفجر است، پس با دعای روز محفل را مهیا میکنم. گریه را بر کشته مظلوم زهرا فلا یوسف القتل، اگه میشه با یه ضربه بکشی با 12 ضربه نه فلا یوسف فی القتل انه کان موصورا. الله، فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی دم امام حسین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف، برای همین رو پرچم حضرت نوشته یا لثارات الحسین. کسیه که دنبال خونخواهی حسین از همه زلمه، از همه ظالمان خونخواهی خواهد کرد. سه ساعت کشتن ابی عبدالله میان گودال طول کشید. زینب از بالای بلندی نگاه میکرد، گفت بین گودال پر از تیر و سپر پاشیده، مادر افتاده به فریاد و پسر پاشیده، بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد. بگم اجدادش با تو ته گودال، ولی دید سمر پاشیده. ریان ابن شبیر جدمون و غریبی را بردم، ریان ابن شبیر آبا واسه حبیب را بردم، ریان ابن شبیر آبا واسه حبیب دیر را بردم. حسین پیر شد، آخده گدار زمین گیر شد،
حسین پیر شد، حسین پیر شد. حالا که دلاتون خیلی آماده است، فکر میکنم یه همخوانی قرآن زیبا با هم داشته باشیم، هدیه با آقا با عبدالله حسین. ای جانم اگر موافقی من خیلی ساده میخونم، سوره کوثر رو با هم میخونیم، تقدیم میکنیم به آقا. ساده میخونم و شما هم تکرار کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر. صلي لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله خوب یه فاطمه تسلیم خانم نازنین اینجا هست. الهی قربونت برم با این حجاب زینبی خوشگله. میشه واسه ما دعا بکنی که حال دل ما هم خوب بشه؟ میتونم خواهش بکنم دعا بکنی ما هم آمین بگیم؟ اجازه هستی یه دپلم در مورد امام حسین بخونم بعد دعا کنم؟ سلام عرض می کنم خدمت همه شما. اسم من فاطمه تسلیم احدی هستش، 6 ساله از رشت. تی جانه بمیرم، تی قد داره میمیرم. 40 آمد و چشم ها باز گریان می شود. کربلا ماتم سرای اهل ایمان می شود. نام مولایم حسین بر قلب ما حک می شود. یا حسین تربت پاکش شفای درد ما می شود. شروع هر سراغاتم حسین است، نگین خلوت روزم حسین است، تو ابد خاک کف پای حسین است. خدا داند که عاشق بر حسین است،
قیامت بی حسین قوقا ندارد، شفاعت بی حسین معنا ندارد. جانم حسینی باش که در محشر نگویند چرا پرونده‌ات امضا ندارد. جانم بر نام حسین و کربلایش، بر نام ابوالفضل و وفایش، بر اهل حرم به حق زهرا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. لطفاً دستاتون رو ببرید بالا، میخوام چند تا دعا کنم. خدایا فرج آقا امام زمان رو برسان. خدایا در ظهورش تعجیل بفرما. خدایا قلب آقا امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا چشمای ما را به دیدارش منور بگردان. خدایا هر کسی غمگینه ناراحته به دلش صفا بده. خدایا هر کسی رو تخت بیمارستان شفاش بده. خدایا تن سالم لب خندون به بچه بده. خدایا لحظه ای ما را از اهل بیت جدا نفرما. خدایا زودتر قدس رو آزاد کن. من توفیق پیدا کنم برم اونجا دعا کنم، حضرت آقا تشریف بیارن اونجا نماز جماعت بخونن، برای بچه های قزم اونجا برنامه اجرا کنن. ای خدای پاک و منزه، عظمت تو را تمجید می کنی، پاکی تو را ستایش می کنی، نام های تو مقدس است، الطاف تو بی نهایت است. نشان بده آثار قدرتت را، تو خلاف وعده نمی کنی، سربازان تو شکست نمی خورند. یار و یاور دوستان ما، کودکان ما در غزه و فلسطین باش، مدافع و پشتیبان آنها باش. با اسرائیل قابسه برخود کن، اسرائیل را نابود کن، اتحاد آنها را پراکنده کن، هیچ پرچمی از آنها بلند نکن، پرچم فلسطین را بالا ببر، قدس را آزاد کن. اجازه از خبر آزادی قدس را به زبان عربی به تقلید استاد حسنین بخونم. قدس نتوان خبرون عاجل ومن فلسطين التي كانت احتلة أن القبلة الأولى للمسلمين القدس، قد حرها المجاهدون. الله أكبر، الله أكبر. الله تكبير جانانه داره. الله أكبر. ما شاء الله. فاطمة تسلیم خانم قربان شما. الله أكبر. خیلی میگن آقای اسلامی میگن که آقای این فاطمه تسلیم عزیزمون که کولاک کرد همیشه با این دعاهای زیباش. آقا داریم من سمع یا للمسلمین من سمع ولم یهتم به مسلمن فلیسه به مسلم. کسیست که صدای یا للمسلمین مسلمانان رو بشنود و جواب ندهد مسلمان نیست. در همین
پایان دعاهایی که راجع به غزه کردن، بعضیا به ما میگن حاج آقا شما چه مشکلی دارید؟ چرا دعوا؟ چرا فقط باید با دشمنان دعوا بکنیم؟ آقا وظیفه بعثت همه پیغمبران این است. در سوره مبارکه نحل آمده است ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. همه انبیا میگویند که بیایید زیر فر عبودیت خدا و از طاغوت اجتناب بکنید. فمنهم من هدى الله و منهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله الله الله. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه. وظیفه اصلی برای یک مسلمان این است که اگر بخواد راه پیامبران برود، اگر بخواد هیهات من نزل الله بگوید، باید در مقابل مشرکین برائت داشته باشه. دارد و این کذبوک فقل، خدا به پیغمبر میگه اگر تکذیبت کردن فقل لی عملی ولکم عملکم، انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. الله الله الله. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. الله. اگر شما از ما بیزارید ما هم از شما بیزاریم. اگر نمیشنوید این فریاد رو از عمود 12:22 بشنوید. این جمعیت زائر است که دستها رو بلند کرده، مشتها رو گره کرده. باریک الله با مشتهای گره کرده گفتیم والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. جانم حاجا، حاجا میگه راه قدس از کرب و بلا میگذرد. یعنی این دیگه یه شعار نیست. مگه میشه تو این مسیر باشی و آرمانت آزادی قدس شریف نباشه؟ خیلی ممنون و متشکرم. حاج حامد آقا یه مهمان خیلی ویژه داریم، حافظ محترم کل قرآن کریم از فلسطین دوست داشته، خیلی ویژه است. مردم یه بخشی تقدیم نگاهتون میشه و بعد هم استاد اگه اونیه که من میدونم مردم بشینید. آره. این آیتم نشسته. آجا من اصلا خودم اصلا نمیدونم چی بگم. این آیتم دیوانه کننده است. آره خیلی ویرانگره واقعا. حافظ محترم کل قرآن که استاد حسن این با اون زبان فصیح و خوشگل و دوست داشتنی شما به عربی دعوت کنیم از این عزیز. نعم ایها الاحبه ایها الافاضل، وصلنا وإياكم في هذه اللحظات إلى ضيف كريم، أحد المجاهدين الأبطال ممن ضحوا بعوائلهم وأسرهم، فقد أمه وأباه وأخته وأخيه وأخاه وجميع أسرته، بل فقد 36
أحدا من أبناء أسرته. كلهم ضحوا في سبيل الإسلام، في سبيل راية الإسلام. نعم، ضيفنا الكريم هذه المرة عبد الله من غزة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد استاد حسن یه زیرنویس فارسی از اون فارسی خوشمزه حرف زدناتون خودتون بگید، این مردم فارسی زبان ها بدونن چی گفتید، چه مدح و چه شأن و فضیلتی داره این حافظ محترم کل قرآن کریم. الله دورت بگیره. حافظ کل قرآن کریم، برادر عزیزمون از غزه، ایشون 36 تن از فامیلشون، فامیل نزدیکشون، پدر، مادر و بقیه خانواده شهید شدن. فرزندانشون بله البته. یه بخشی رو مردم ببینید، خودتون در جریان قرار بگیرید، حرف واسه گفتن واسه تون زیاد داره. بفرمایید. الله يرحمه. فلسطيني أنا وعلى الدرب ماضي ماضي ماضي. طبعا أنا أخوكم عبد الله زكي عبد الله من قطاع غزة، من فلسطين، من وسط قطاع غزة. فقدت عائلتي، فقدت أولادي، ابني بلال استشهد الكبير، وبنتي ريتال رحمه الله، واستشهد أبي وأمي وإخواني وأخواتي وأزواج أخواتي وكل الأطفال في العائلة. أكثر من 20 شهيد، والحمد لله رب العالمين، وبإذن الله لن نترك فلسطين. خیلی خوب. آقا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی مردم شما دیدید الان داشتن تو گوشیشون این اشکایی که بر چشمان استاد ابوالقاسم جاری شده، داشتن عکس شهداشون و 36 تن از اعضای خانواده، پسرش، دخترش، پدرش، مادرش. شروع کنید برامون صحبت کن. فقر این نشید. استاد حسن میشه شما ترجمه کنید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انا اخوكم عبد الله زكي عبد الله من قطاع غزه. من برادر شما عبد الله زكي عبد الله از قطاع غزه هستم. اسكن في وسط قطاع غزه في مخيم النصيرات. ساكن مخيم النصيرات وسط غزه هستم. وعائلتي تتكون من 36 فردا. خانوادم از 36 نفر هستم. وفي تاريخ 12/12 الساعة الخامسة فجرا قصف بيت عائلتي، بيتنا كلنا، ونزل فيه أكثر من 6 صواريخ إسرائيلية. يبارد يبقي يبارد يبفهمي در تاريخ 12/12 موشک زدن منطقه رو، و 6 موشک زدن این منطقه‌ای که ایشون ساکن بودن و همه شهید شدن. و قتل اولادی، و بچه های ایشون شهید شدن. و قتلت امی و ابی، و پدر مادرشون هم شهید شدن. و قتل اخی الكبیر و زوجته و کل اولاده، و برادر بزرگشون و همسرشون و بچه هاشون همه شهید شدن. و قتلت اختی الاصغر منی، و خواهر کوچیک ایشون هم شهید شدن. و قتل کل ازواج اخواتی مع اطفالهم، و همه دامادهایمون و بچه هاشون همه شهید شدن. ولا يوجد لهم قبرا حتى هذه اللحظة، لأننا لا نعرف أين هم من شدة القصف إلا طفلين صغيرين. و تا حالا هیچ قبری برای آنها نیست، چون که هیچ چیزی پیدا نکردیم غیر از دو بچه. و نقول الحمد لله على هذا الاصطفاء
اصطفاء الشهادة في سبيل الله، وأخرجوني من تحت الأنقاذ بعد 3 أيام وأنا كنت يعني كنت أن أكون شهيدا معهم، لكن أخرجوني من تحت الأنقاذ بعد 3 أيام. بعد 3 روز كامل يشون زيرة زیر آوار بودن، بعد از 3 روز اومدن بیرون، تونستن بیارنشون. والحمد لله رب العالمين على عظمة الشهادة في سبيل الله. نحن على درب سيدنا الحسين، وعندما استشهد ابني بلال واستشهدت بنتي ريتال تذكرت سيدنا الحسين، وتذكرت ستنا زينب، وتذكرت كل آل بيت رسول الله كيف كانت حياتهم كلها صعبة، وكانوا مبتلئين من جبروت هذه الدنيا. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على إسرائيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو الله هو الكبير على أمريكا الطاغية الشيطان الأكبر. ونحن أستاذ حسن، يعني بإن هم مصائب مشكلات حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الحمد لله. نقطة شارع يعني كأي حسن فهمودنا ترجمة ميجي بعد از إن هم اتفاق الحمد لله. يعني أستاذ قاسمين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن استقامت خيلي مهمة. كجام يا أستاذ عبد الله، بنظرت إن فاميل وعائلات إنها زندان يا مردان؟ برأيك الأسرة يا هنا، برأيك هل أسرتك الآن من الأحياء أم الأموات؟ هم من الأحياء. كيف؟ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله الله الله. بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله الله. فرحين بما آتاهم الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله مجسم واسش داره استاق عینیشو می‌خوره. 6 نفر از افراد رو، از عائله و خانواده رو از دست دادن، اینقدر محکم. این چیز عجیبیه.
این باید قرآن تو سینه باشه، این باید با جای دیگه حل کرده باشه، این باید با امام حسین و زینب مسئله را حل کرده باشه. اینجاست که قرآن میگه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. هو الذی آرامش رو به دلها وارد میکنه. این دل آرام چشم اشکبار، ولی دل آرام به خاطر این اعتقاد به این است که هو الذی انزل السکینه. این کاری که این برادرانمون در غزه دارن میکنن استقامت، حرف اول و آخر استقامت. بدون استقامت هیچ کار جلو نمیره. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کسایی که بگن ربنا الله این کاری نداره، بگن پروردگار ما خداست این کاری نداره. اونی که کار داره الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا استقامت تتنزل عليهم الملائكه، ملائکه بر او وارد شدند. الا تخافوا ولا تحزنوا، نترس ناراحت نباش. و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا اولیاءکم. میگه ما اولیاء شما هستیم، دوستان شما هستیم، رفقای شما هستیم، نه در آخرت. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. نحن اولیاء شده به شما مقاومین داده میشه.
اینا نزلن من غفور الرحیم. نزلن یعنی پیش قضا، یعنی مقبلات، یعنی اون چیزی که اول میارن. تازه بهشت اصلی چه تعبیر قشنگی. بله نزلن پیش قضا. این نزلن همه من چیز پیش قضا، این همه ولکم ما تدعون نزلن من غفور الرحیم. اگر آب گوارا میخواییم، اگر رسیدن به حیات میخواییم، اگر حیات دینی میخواییم، اگر پیروزی بر دشمنان میخواییم، و الاو استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ما ان غدقا. و الاو استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ما ان غدقا. اگر استقامت بکنین لو استقاموا على الطريق لاسقيناهم، ما می نوشانیم، ما چشمه رو باز میکنیم. چه چشمه ای؟ چکه چکه نخیر. ما ان غدقا، آب گوارای فراوان. و این آب گوارا این جامعه رو به حیات میرسونه ان شاء الله. هممون امیدمون همینه دیگه. واستقاهم ربهم شرابا طهورا ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکرم. الهی دورت بگردم آقای عبدالله. عبدالله عزیز، آقا عبدالله واقعا باید بیاد ایران. آره دیگه نمیذاریم بره، میزبانی کنیم ازش ان شاء الله. مهمان عزیز ما خواهد بود ان شاء الله. خیلی ممنون. آره اینم التیامی باشه برق بر اسرائیل. دل دردمند ولی مقتدر خانواده های غزه عزیز و دوست داشتنی. بله این چه که شما دیدید حضور محفل در طوفان الاربعین حسینی بود که الحمدلله و المنح مثل همیشه خیلی خوش رنگ، خیلی پر رنگ برگزار شد. مردم حتما دیدید اینجا جای سوزن انداختن نبود، مردم در مجاورت حرم آقا جانمون سید الشهدا ساعات و آنات و نوائدی رو توقف کردن در بزرگترین خیمه قرآنی. و اینجا مستاق کتاب الله و اطرتی استاد حسنه میگم همینه، ظاهر ابی عبدالله بیاد پای رحل قرآن زانو بزن و عرض ادب بکن. عبدالله گفتش که انشالله. عبدالله به من همین الان در خداحافظی گفت انشالله این مجلس رو در قدس شریف برگزار میکنم. انشالله. چه الهی آمینی گفتم. ایشان و رأیت فی المنامی قل لهم انی رأیت فی المنامی ان امی أتت لي وقالت أنت معنا في الجنة، قالت لي أقسم بالله، قالت أمي الشهيدة في قبل كم يوم، قالت لي أنت معنا في الجنة، قالت لي وقالت النصر حليف المؤمنين بإذن الله. الحمد لله. حسن این خوشمزه فارسی ترجمه. من میگم عبدالله حرف بزن شما ترجمه کنید. میگه شب پیش مادرم که شهید هست تو خواب دیدم و به من گفت شما اهل بهشت مثل ما هستی. به ایشون گفت و گفت النصر حلیفنا. چی میشه حلیف المن؟ حلیفنا حلیف یعنی هم پیمان، حلیف یعنی هم عهد، هم پیمان. و قل لهم ان امي استشهدت وهي سالمه، حلیف المؤمنين، ودفنوا معها يديها وهي معها السجاده مدموش يديها في السجاده. قل لهم كانت تصلي الفجر في وقت صلاة الفجر در موقعی نماز صبح مادر ایشون به شهادت رسیدن، در حال نماز بودن، در سجده بودن و وقتی خاکش کردن دستشون را سجادر گرفته بود، دو تا دستشون را سجادر گرفته بود. این عصا ایب عصا که ربک مقام محمودا دیگه من لیل الفتح حج. ما نمیذاریم شما برید بعد از کربلا. آقای عبدالله، عبدالله ان شاء الله ایران ما خدمتگزار شما هستی. همراهی بفرمایید به ذکر صلوات و محمد و آل محمد. حاج حامد آقا، حاج قاسمیان، استاد حسنه، استاد ابوالقاسم، من تواضع کنم شما بشینید. امضای کار محفل در طوفان الاربعین و مسک الختام این ماجرا ذکر یا حسین، یا حسینی باشه که با نوای حاج حسن آقای شالبافان بر دل و جان من و شما جاری بشه.
میخوایم این انتها و این مسکل ختام محفل اربعینیمون دست به دامن اون سه ساله‌ای بشیم که خودش در این گوشه های خرابه جا موند و به اربعین نرسید، اما سند حضور خیلی از زائران و سالکان و عارفان مسیر عرشی طریق الحسین خودش امضا کرد. خیلی همون قسم دادیم خدا رو به محمد آل محمد و رقیه سه ساله ابی عبدالله رو قسمش دادیم و اینجوری ندا زدیم که گر دخترکی پیش پدر ناز کند، گره کرب و بلای همه را باز کند. نفس ها ناله ها سهیونم بابی و وهابی فقط باشی ادر پیکار شد آقا عزیز دلم فرمودن بزرگان و اساتی 36 نفر از عزیزانشون اینجور بیرحمانه و ظالمانه به شهادت رسوندن، اما با همه اقتدار اینجا نشست الحمدلله. یه لحظه جای قاسمیان اساتید آجامد عزیزم، دلم رفت اون جایی که عمه امام زمان بلند شد، صدا زد ما رأیت الله جمیل، زینب چیزی جز زیبایی در این کربلا ندید، چه سرها که یزیدی ها بریدن از حسینی ها، چه سرها که یزیدی ها بریدن از حسینی ها. دوباره کربلا تکرار شد، آقا معطلت نکنم در این محفل زیر خیمه قرآنی با شعار الحسین شهید القرآن یه جمله منم روزه بخوانم، بگم پیغمبر خدا فرمود قاری قرآن احترام داره، فرمود هر کسی قرآن میخونه باید لباشو بوسه بزنه. چجور شما تو این مسیر با این خستگی راه در این عمودهای آخر نزدیک کربلا تا دیدین قرآن شستن دارن قرآن میخونن همه احترام کردین، اما من بمیرم بر اون قاری قرآن زینه جان جان یه خواهرش ببینه تو تشد تلا شروع کرد قرآن خونده، اما صدای قاری قرآن حسین حقیقت
تو میشد. یا صاحب الزمان آجان به من اجازه میدید من یه جمله بگم؟ من از اساتیدم عذر میخوام. حاج احمد آب، حاجای حسن، حاجای قاسمیان، حاج حامد عزیز، ما محرم ها با هم گریه کردیم. من یه جمله عرض کنم، اینجا زینب دید صدای قاری قرآنش قطع میشه، نالشو میزنی من بگم یا نه؟ این قرا میفهمن من چی دارم میگم. یه وقت رقیه بلند شد، گفتم این صدای قرآن بابای منه. یا صاحب الزمان اینجا نگاه کرد، دید صدای قاری قرآن قطع میشه. میدونی چرا؟ یه وقت ببینه یزید چوب خیزران رو برداشت، هی بر لب و دندان حسین. اليوم جيناك ويل ويلي جان جان. هذه زينب تخاطب أخاها، يا ابن أمي يا حسين، حزين خويا اليوم جيناك ما ينحمل، يا حزين فرقا ما وياك. وحيات راسك ما نسيناك، ويلي 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 خويا، ولا فريد لحظة يغيب طروة. رأسه وهو مشال تقول له يا ابن أمي ما لك لا ترد جوابي، صاحت أنت ونت يا حسين. تخاطبوه بكيت لكن لا صوتا ولا جوابا، وليت وجهها قبر النبي قبر جدها. يا جداك هذا حسين در برام کرد
داداش 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 هوای بس بی بالو پرام کم به ما گفتی صبوری کن صبوری صبوری طرف خاکی بر سرام یه وقت آمد بالای تل ببینه و شمر و جالتون علا صدره شمر با چکمه نشست رو سینه حسینه گفت داداش یک زن تنها چطور شمر رو ازت جدا کنم یا الله دیگه اینجا باید برای روز داد بزنی یک زن تنها چطور شمر رو ازت جدا کنم وقت از اون مغربه من به کی اقتدا به سمت گودال از خیمه دویدم میخوای تو هم روز خون بشی یا نه شم جلوتر بود دیر رسیدم یه گوش از گودال مادر رو دیدم حسين جعل الله للأنام حسينا سببا للرجاء باب النجاة فأنا الأكرم الذي في عزاه باكيا لم أزل حياتي راجيا منه أن يكون شفيع خلي يكون شفيعك في قبرك وين 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 حسين بود دستاشو گذاش رو سره صدا زد اما فیکم مسلم یه نفر نیست بهش آب بده اما فیکم مسلم برگی سمت مدینه صدا زد یا جدا یا رسول الله هزا حسینم مرملم به دمان
حالا هر کجاست دار و میشه نوین زن و مرد این دست راست تو بیار بالا هیچ دستی پایین نمونه به نیابت از شهدامون حاج قاسم عزیز ابو مهدی شهدای از هشت شعبی عراق همه مدافعین حرم یک نفس عمیق بکش دستت پایین نباشه همه با مادرش بفرمایین حسین با همین سو بالا جانم با همین سوز که دارم بنویسی هر که پرسید زیارم بنویسی هر که پرسید چه دارد مگر از دار جهان همه دار و ندارم بنویسی یارم بنویسی خیلی ها با این دو بیت کربلایی شدن حاج آقای قاسمیان گفتم تو رو خدا اینو بخون قسمت شد این دو بیت رو بخونم خیلی ها حاجت گرفتن خیلی ها برگشتن امام حسینی شدن چون نظر کرده خدا آقا بود این دو بیت رو تقدیم کنم و یا علی مدد یادم نمیرم سفره تو شدم محترم لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین حسین آرام حسين أنت إلى القلوب حبيب يا حسين يا حسين يا نجل طاقة بل ومهجة فاطمين يا قلب حيدرين قد فدتك قلوب سلام آخر رو بدیم با این زائرای غبار گرفته به سمت ابی عبدالله الحسین بیرق ابی عبدالله
بلند شید سلام بدیم به حضرت ابی عبدالله. دست ادب به سینه بذاریم. آقای بهجت می‌فرمودند اگر سلام دادید تر اشکی به چشمانتون نشست، یعنی که امام حسین جواب سلام شما رو داده. خدایا این جمعیت، امام حسین این جمعیت، امام زمان این جمعیت، زائران این جمعیت، با قلب شکسته، با امید، با روی غبار گرفته به سمت تو ابی عبدالله دارن میان. یه توجهی بکن، گرچه خودت ما را به اینجا کشوندی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. أمام السلام وعلى حسين وعلى علي بن وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامور، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا شر این رژیم صهیونیستی هرچه سریعتر از سر عالم کم و کوتاه بفرما. خدا این اربعین حسینی آخرین اربعین ما قرار نده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عاید و حاصل فرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام، خدمتگزاران مراجع عظیم و شأن اسلام، حضرت آیت الله سیستانی، انشالله موفق و معیدشون بدار. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت تقوی خودت قرار نده. خدایا مریض و مریضدار خیلی زیاد سفارش کرد. خدا همه مرضای مرضای منظور آجلن و کاملن و صافیت بفوشان به نبی آله الفاتحة مع السلام.